سمیرا قرار اینجا در استودیو با ماست. اینقدر این خبر رو پوشش دادیم در چند ماه گذشته، شاید آدم در مورد ابعادش و اهمیتش اونقدر که باید و شاید توجه نکنه، ولی موضوع بسیار مهمی هستش که در خاک بریتانیا یک دولت دیگری نیروی بفرسته بخواد خبرنگاران رو بکشه. بی سابقه است. چه میدونیم در مورد این متهم؟ ببین، همینطوره، بی سابقه است. البته در ایالات متحده دست به همین کار زدند، حالا در رابطه با یک روزنامه‌نگار مشخصا، اما در رابطه با مقام‌های سابق دولت ترامپ هم همینطور سازمان یافته آدم فرستادند و طرح و توطئه داشتند که یک عملیات سازمان یافته انجام بدن. سازمان یافته بودن این عملیات‌ها بسیار مهم هست، یعنی یک فرد با یک انگیزه شخصی پا نمیشه به یک کشور دیگری سفر بکنه، مثل آقای دوفتایف که داریم راجعش اینجا صحبت می‌کنیم، که تصویر ضبط بکنه و با انگیزه فردی دست به این عمل نزده. یعنی یک بحث هدایت شده ای هست و به نظر میرسه که بسیار شبیه اقدامی است که جمهوری اسلامی تلاش داشت که اینجا در ایالات متحده انجام بده. البته در بریتانیا خب به خاطر عملیات های دیگری که جمهوری اسلامی در دیگر کشورهای اروپایی انجام داده بود، فکر میکرد که شاید در اونجا راحت تر بتونه طرح خودش رو پیاده بکنه تا ایالات متحده، به خاطر سابقه ارعاب و تروری که حالا در کشورهای مختلف داشت، در دانمارک داشت، در هلند داشت، در قبرس داشت. به نظر شاید بریتانیا براش اونقدر دشوار نمیومد. البته انصافا بریتانیایی‌ها در این زمینه‌های اطلاعاتی یکی از کشورهای قوی هستن، یعنی تجربیات مشابه با توجه به اقداماتی که مثلا روس‌ها یا لیبی‌ها در گذشته کردن دارن، یکم سخت‌تره به گمانم کار اونجا. تا دیگر کشورهای اروپایی و MI5 هم در این زمینه بسیار مثبت عمل کرده، اطلاعات بسیار زیادی رو خب جمع‌آوری کرده از این طرحی که جمهوری اسلامی داشته. جلسه تفهیم اتهام پشت درهای بسته بوده، حدود 2 ساعت به طول انجام میده، ولی خب پلیس متروپول مطمئنه که آقای دوفتایف، اگرچه که خودش بسیاری از ادعاها رو قبول نمی‌کنه، اتهامات رو، ولی پلیس دستش پر هست، مدارک بسیار زیادی داره که نشون میده که فیلمبرداری که از ساختمان ایران اینترنشنال انجام میداده، فیلمبرداری اتفاقی نبوده، طرح‌ها و برنامه‌های پشتش بوده. این آقای بازرگانی هم که بهش اشاره کردی، چندی پیش مورد تحریم قرار گرفت از سوی ایالات متحده، یعنی یک فردیه که به نظر میرسه مغز متفکریه پشت بسیاری از این برنامه‌ها و طرح‌های که جمهوری اسلامی ایران داره برای ارعاب و ترور. و غالبا هم خب یک برنامه‌ای رو به نظر میرسه که در اونجا پایه‌ریزی میکنند و بعد تلاش میکنند تا افراد رو از کشورهای مختلف در موارد دیگری که ما داشتیم در رابطه با آمریکا، آقای عمروف، آقای امیروف، اینهایی که همه اینجا براشون پرونده هم درست شد، از دیگر کشورها، غالبا از شرق اروپا یا حالا در این مثال از چچن که خب به لحاظ ایدئولوژیک هم میدونیم که افراد در چچن بسیاریشون به جمهوری اسلامی نزدیکن و وفادار، پیدا میکنه که نقشه‌های خودشون رو پیش ببرند. اما اون جوری که دولت بریتانیا داره این موضوع رو مدیریت میکنه، به نظر من اقدامی که دیروز انجام دادن بریتانیایی ها، دولت بریتانیا، اقدام در خور توجهی هست، هرچند که به زعم بسیاری، حتی به زعم برخی از رسانه‌های بریتانیایی، تا زمانی که بریتانیا سپاه پاسداران رو تروریستی ننامه، کار رو تمام نکرده. یعنی اون دفاع تمام قدر رو از روزنامه‌نگار، از شهروند بریتانیا، از دموکراسی نکرده. باید بیاد سپاه رو بهش لیبل یا برچسب تروریستی بزنه، اما حالا این کار رو نکرده. اما اقدامی که دیروز انجام داد، و صحبت هم راجع به 13 فرد و نهاد تحریم شده نیست، راجع به یک رژیم تازه تحریمی است، یک طبقه بندی تازه‌ای رو دولت بریتانیا داره معرفی میکنه که زیر مجموعه اون طبقه بندی بیاد افرادی رو هم در رابطه با بحث عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای تحریم بکنه و هم افرادی رو به خاطر نقض حقوق بشر. یعنی در این دو طبقه بندی مشخص یک چتر تازه تحریمی، حالا بهش میگن سانکشن رژیم، یک رژیم تازه تحریمی رو داره تعبیه میکنه. در امسال به انتظار میره که این لایحه مصوبه بشه و به بریتانیا اجازه میده تا اگر فردی دست به تهدید دموکراسی، دست به تهدید حاکمیت قانون در خاک بریتانیا بزنه، نه فقط در خاک ایران، اون کس منظورم فرد وابسته به جمهوری اسلامیه، میتونه به راحتی اون رو تحریم بکنه. ایالات متحده هم که میدونیم حمایت کرد، ماتیو میلر یک بیانیه صادر کرد و گفت که این
کار بسیار کار خوبیه، ما پشت بریتانیا هستیم. بقیه متحدان ما هم که مثل ما فکر میکنن بیان اینگونه با جمهوری اسلامی برخورد بکنند. و در انتهای بیانیه‌اش هم اشاره کرد که هرچه جمهوری اسلامی در این مدت کرده دقیقاً مغایر تلاش ما بوده برای تنش زدایی، که به نظر من تا حدودی میتونه مرتبط باشه به این بحث تفاهم موقت، اینکه ما میخوایم با جمهوری اسلامی تنش رو بیاریم پایین. اگر ته این بیانیه رو نگاه بکنیم، این جمله میتونه شاید این کلید رو به ما بده که شاید ایالات متحده امید چندانی دیگر نداره از اینکه جمهوری اسلامی هم بخواد به سمت تنش زدایی پیش بره. این پرونده استثنایی نیست دیگه در تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی یک اتفاق در انزوا نیست، در تاریخ بالای 40 ساله جمهوری اسلامی بارها اتفاقات مشابه بوده، از روزنامه نگار بگیر تا فعال سیاسی بگیر تا دیپلمات خارجی بگیر. همون اول انقلاب دیپلمات‌های آمریکا 444 روز گروگان بودن، بعد اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور مثل شاپور بختیار، فریدون فرخزاد یا کشتن یا تهدید کردن یا ناموفق مثلا رافی خاچاتوریان، ولی هیچ وقت به نظر نمیاد که هزینه قابل توجهی داده باشن. نه، هزینه قابل توجهی ندادن و در بسیاری از موارد مثل اتفاقی که برای آقای بختیار افتاد، در نهایت هم قاتل بختیار با آمد به ایران و در ایران الان هم میبینیم اسدالله اسدی هم برگشته دیگه، اون آقا دستگل هم دور گردنش انداختن. و خب بسیاری از کشورها، حالا در این مثال بحث یه ذره بعد بریم سمت بحث تبادل زندانی، این که اومده در داخل ایران یک شهروند فرانسوی رو، مثلا اون موقع کلودیت رایس بود، اون رو اومده گروگان گرفته، از اون طرف اون رو آزاد میکنه، دیپلماسی گروگانگیری، این بحثش اون هست. ولی یه بخشای دیگری که شاید به پرونده ایران اینترنشنال مرتبط باشه بحث ارعاب، بحث مزدوری، یعنی شما بیای آدم اجیر بکنی برای اینکه یا ارعاب بکنی یا به قتل برسونی، یعنی یا به وحشت و هراس ایجاد بکنی. به هر حال تلاشی که جمهوری اسلامی در رابطه با ایران اینترنشنال کرد، به راحتی ما به عنوان کسانی که اینجا در این رسانه کار میکنه میتونیم بگیم یک ارعابی رو ایجاد کرد و پلیس متروپولیتن این رو به ما منتقل کرد که در حال حاضر بحث امنیت، بحث تامین امنیت برای اونها دچار مسئله شد، به خاطر اینکه تهدیدها در تعداد بسیار زیاد بود و در اصلا نتیجهشو داریم میبینیم دیگه، الان تعدادی از بچه‌ها اینجا در واشنگتن، ولی در مجموع اون چه که می‌خواسته رو انجام داده تا الان. ولی این چیزی که میگی نکته جالبی هست، اینکه در نهایت کارش رو پیش برده. همین استثنا البته بگم این وسط، در بعد از میکونوس یاد باشه ضربه مهمی به جمهوری اسلامی وارد شد و برای مدت‌ها دیگه اقدامی نکردن به خاطر پرونده که تشکیل شد، دادگاهی که تشکیل شد. آره، ولی اون هم فرداد خیلی تبعات حقوقی هنوز گریبان اون آدم‌هایی که اون رو برنامه‌ریزی کردند نگرفته، یعنی تبعات ملموس حقوقی نداشته. یک مقاله رو اسپکتیتور منتشر کرده به قلم جواد اقبال، جالب هست و میگه که جوابی که دولت بریتانیا داره میده، اصلا بیا فعلا همین ایران اینترنشنال رو مثالش رو نگاه بکنیم، جوابی که دولت بریتانیا داره میده یک روز قبل از اینکه بخواد دادگاه دوفتایف در رابطه با ایران اینترنشنال تشکیل بشه، بحث رژیم تحریم تازه و بحث تحریم 13 نفر. جواد اقبال می نویسه که این آدم هایی که دارین تحریم می کنین نه پا می شه میاد بریتانیا، نه مال و اموالی تو بریتانیا داره، اصلا به چه دردی می خوره که شما دارین این افراد رو تحریم می کنید و هیچ جواب درخوری به جمهوری اسلامی نیست. اما اگر می خوای کاری انجام بدی در رابطه با جمهوری اسلامی، بیا سپاه پاسداران 100,000 تا عضو داره، قوی ترین بازو امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بیا اونو تحریم بکن و اینطوریه که میتونیم مقابل جمهوری اسلامی بیستی. و بعد در جای دیگه میگه خب تروریست نمی نامی چون سپاه انقدر بزرگه که تو اگر بخوای سپاه رو تروریست بنامی انگار جمهوری اسلامی رو تروریست نامیدی و هنوز دولت بریتانیا این شجاعت رو نداره که دست به این کار بزنه. ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم اینجا در استودیو.